جمعه گردی های دکتر اسماعیل نوریالا. معنای گمشده مشروطیت. درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه جمعه گردی های دکتر اسماعیل نوریالا مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. وقتی که راجع به جمعه گردی صحبت میکنیم، میدونیم که اصل جمعه گردی ها که بیش از 7 سال است داره اجرا می شود و نوشته میشه توسط دکتر نوریالا، خب اون توجه ویژه‌ای داشته و به همین دلیل است که ادامه پیدا کرده. اما این موضوعی رو که بیان میکنیم بحث قرائت در حقیقت فایل صوتی جمعه گردی هاست. به هر حال ممنون و سپاس و صد سپاس از همه شما خوبان و علاقمندان جمعه گردی های دکتر اسماعیل نوریالا. جمعه گردی دکتر اسماعیل نوریالا که مربوط است به 30 ماه می به موضوع معنای گمشده مشروطیت اختصاص یافته است. می نویسد که کنگره سکولار دموکرات های ایران و انقلاب مشروطه. سال گذشته عده‌ای از همفکران که من نیز جز آنها بودم تصمیم گرفتن زمینه ای را فراهم آورن که هر ساله سکولار دموکرات های ایران دور هم جمع در مورد حال آینده کشورمان به تبادل نظر و تعاطی افکار پردازن، چه حکومت اسلامی باشد و چه نباشد. اسم این گرد همایی کنگره سکولار دموکرات های ایران شد و گروه تدارکات تصمیم گرفتن که این کنگره را همواره در سالگرد انقلاب مشروطه برگزار کنند تا به صراحت گفته شود که ایرانیان 200 سال است در راه استقرار حکومتی سکولار دموکرات در کشورشان کوشیدند و در آن زمان هم که به نظر می رسید در این راه به توفیقی دست یافتند، نام کوشش خود را انقلاب مشروطه ایران نهادند. یعنی از نظر تدارک بینندگان کنگره مزبور بین سکولار دموکراسی مورد نظر آنها و گوهر خواستای مطرح شده در آن انقلاب تفاوتی اگر وجود داشته باشد در زمینه تحولات تجربی و مفهومی ناشی از گذشت زمان و پیدایش احتیاجات نوین است و نه در هدف و مقصود. بدین سان نخستین کنگره سکولار دموکرات های ایران در 108 سالگرد انقلاب مشروطه در مرداد ماه سال گذشته در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد. در جریان و نیز در پی تشکیل این کنگره هم دو نهاد سیاسی تازه به وجود آمد، یکی متشکل از شخصیت‌های سیاسی و با نام جنبش سکولار دموکراسی ایران و دیگری متشکل از سازمان‌های سیاسی و با نام مجمع سازمان سکولار دموکرات ایران. از بین این دو نهاد مجمع عهده‌دار تدارک کنگره دوم شد و قبول کرد که تا زمانی که کنگره سکولار دموکرات ایران خود صاحب دفتر و دستکی شود و بتواند به صورت مستقل برنامه‌های سالیانه خود را اجرا نماید، وظیفه تدارکات برگزاری آن را بر عهده بگیرد. امسال در 9 و 10 ماه اوت دومین کنگره سکولار دموکرات های ایران در شهر بوخوم آلمان برگزار خواهد شد و همکنون یک کمیته برگزاری و تدارک کنگره مشغول به کار شده است تا بتواند بیشترین امکانات را
برای سکولار دموکرات‌هایی که مایلن در سالگرد انقلاب مشروطه به بخوم آلمان بیایند فراهم کنند. اما به نظر می‌رسد که تصمیم به پیوند زدن کنگره سکولار دموکرات‌های ایران و گرامی داشت انقلاب مشروطه نوعی سوء تفاهم نالازم را پیش آمده است که آن را اخیراً دوستی در پرسشی از من چنین فرموله کرده است. ارتباط کنگره با پادشاهی چیست؟ مگر نه اینکه بخشی از طرفداران بازگشت پادشاهی به ایران نام تشکیلات خود را حزب مشروطه ایران نهادند و در نتیجه این زمینه ذهنی را ایجاد کردند که هر که به بزرگ داشت مشروطیت بپردازد سلطنت طلب و پادشاهی خواه است، در حالی که من می‌دانم مثلا خود شما جمهوری خواهید، اما در زنده نگاه داشتن یادها و یادگارهای انقلاب مشروطه نیز سخت پایفشاری می‌کنید. آیا به راستی جنبش سکولار دموکراسی ایران جنبشی سلطنت طلب یا پادشاهی خواه است؟ من البته جریان ایجاد حزب مشروطه ایران و دلایل انتخاب این نام برای آن نبودم و در ادبیات حزب مزبور هم به توضیحی در این مورد بر نخوردم، اما در این حال هیچ پیوند مشخصی بین اهداف این حزب و انقلاب مشروطه ایران نمییابم و در نتیجه لازم است به خصوص در سه مورد مشخص ملاحظاتی را عرضه بدارم. ارتباط مشروطیت با پادشاهی. در ماده 4 اساسنامه حزب مشروطه ایران مطالبی وجود دارد که نام مشروطه را به پادشاهی پیوند می‌زند. یعنی ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسبترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دموکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم پهلوی فروگذار نخواهیم. اما به نظر من بود و نبود این جمله هیچ گونه تأثیری بر بقیه مفاد این اساسنامه حزب مزبور ندارد و به مدد آن نمیتوان روشن ساخت که حزب برای رسیدن به قدرت، که البته وظیفه تلاش هر حزب سیاسی است، کدام استراتژی ها را اتخاذ کرده که برای تحققشان به برقراری نظام پادشاهی نیاز است و در صورت رسیدن به قدرت اجرای کدام یک از برنامه هایی که حزب برای اداره کشور مطرح می سازد موکول به برقراری رژیم پادشاهی است. و نیز اکنون که حزب مزبور ترکیب لیبرال دموکرات را نیز بر نام خود افزوده است، چگونه لیبرال دموکراسی و امر خواستاری استقرار پادشاهی را لازم و ملزوم خود می سازد؟ از آنجا که در هیچ یک از موارد فوق ربطی ارگانیک با یا ساختاری ما بین اهداف و برنامه‌های حزب مزبور با امر استقرار پادشاهی وجود ندارد، میتوان نتیجه گرفت که عبارت افزوده شده به ماده 4 اساسنامه این حزب صرفاً به جهت مصالح سیاسی خاص بوده و به همین دلیل هم میتوان به راحتی آن عبارت را از این سند حذف کرد بی آنکه بقیه مفاد سند مزبور خدشه‌ای بیاورد. طبیعی هم هست که یک حزب لیبرال می تواند هم در سیستم پادشاهی و هم در رژیم جمهوری فعال باشد و برای به دست گرفتن زمام قدرت از طریق انتخابات عمل کند و لذا پایفشاری در پادشاهی خواهی ربطی به مقاصد و اهداف حزبیش ندارد. مصالح سیاسی در گزینش نام. روشن است که به هر حال برای برگزیدن نام مشروطه و ربط دادن آن با سیستم پادشاهی باید دلیل و ضرورتی وجود می داشته که اکنون موجب بروز برخی از سوء تفاهم هایی شده که نمونه آن را می توان در پرسش دوست بزرگوار من یافت. براستی هم مساله سیاسی که موجب شدن یک حزب لیبرال دموکرات و پادشاهی خواه واژه مشروطه را به اسم خود اضافه کند کدامه؟ به نظر من و تا آنجا که به شرایط روزگار تأسیس این حزب برمیگردد، آشکار است که حوزه یارگیری یا عضوگیری حزب جدیدی که ابتکار زنده یاد داریوش همایون وزیر اطلاعات رژیم قبلی به وجود می آمد و
به کسانی مربوط میشد که انقلاب سال 57 علیه آنها صورت گرفته و جمهوری را به عنوان بدیل سلطنت پیش کشیده و این دومی را منسوخ کرده و منافع آنان را مخدوش ساخته بود. پس حزب جدید تنها می توانست از میان سلطنت طلبان عضوگیری کند. اما مؤسسان حزب قطعا متوجه این نکته نیز بودند که با وقوع انقلاب و انحلال رژیم پهلوی دیگر نمیتوان به بازسازی آن رژیم از دست رفته به همان صورتی که ساخته و پرداخته شده بود امید بست. یعنی دیگر نمیشود اعلام داشت که ما میخواهیم به دیکتاتوری پهلوی برگردیم، چرا که حوزه یارگیری ما را طرفداران آن رژیم به وجود میآورند. مؤسسان مزبور باید چاره میافتند که حزبشان هم سلطنت طلب باشد، هم نشان دهد که طرفدار بازگشت دیکتاتوری به کشور نیست. این گونه بود که ترکیب پادشاهی مشروطه تعبیه شد، چرا که انقلاب مشروطیت کوشیده بود تا سلطان قدر قدرت و مطلق العنان قاجاری را به پادشاه تشریفاتی رژیمی مبتنی بر قانون اساسی مبدل سازد. و لذا اعلام این که ما پادشاهی مشروطه می‌خواهیم تلویحاً به معنای آن بود که ما پادشاهی نوع پهلوی را کنار می‌گذاریم تا به پادشاهی وضع شده در قانون اساسی مشروطیت برگردیم. عبارت مزبور این نکته را هم می‌گفت و هم نمی‌گفت و مجموعاً امکان آن را فراهم می‌کرد که حزب بتواند از میان صفوف سلطنت طلبان یارگیری کند و هرگاه هم که مورد این اعتراض قرار گرفت که شما حزب سلطنت طلب درست کرده اید، بتواند بگوید که چنین نیست و ما سلطنت طلب که از سلطه می آید نیستیم و به دموکراسی معتقدیم و لذا خواستار همان منصب پادشاه تشریفاتی قانون اساسی مشروطه هستیم و شاهزاده رضای پهلوی هم که از طرف حزب ما کاندید تصاحب این مقام است، عامل بازسازی رژیم پدر و پدر بزرگ خود نخواهد بود و به مقتضات قانون اساسی جدیدی که شاه را مقام بیمسئولیت و فاقد حق دخالت در امور کشور می‌داند تن خواهد داد. آنها تصور می‌کردند که با این فرمول حکومت را در خاندان پهلوی استمرار می‌بخشند، اما اختیارات شاه جدید کلن محدود به وظایف تشریفاتی خود خواهد شد و لابد انشاءالله شرایطی هم پیش نخواهد آمد که پهلوی سوم نیز پا بر جای پای پدرانش بگذارد. بدینسان مؤسسان حزبی جدید و تأسیس این معنا را از مشروطیت استخراج کردند که رژیم پادشاهی است، اما قدرت پادشاه محدود و مشروط به قانون اساسی است که حاکمیت را از آن ملت و قوای سگانه را متشکل از برگزیدگان مردم می داند و به شاه حق دخالت در امور مملکت را نمی دهد. و شنیدم که یکی از مؤسسان می پرسید که مگر دکتر محمد مصدق هم که طرفداران امروزش دمت جمهوری خواهی می زنند همیشه نمی خواست که شاه سلطنت کند و نه حکومت، و در نتیجه می شود او را هم یک طرفدار پادشاهی مشروطه دانست و مسئله 28 مرداد 32 را هم حدیثی کربلایی و منسوخ خواند و از آن گذشت. بدینسان در هیاهوی انقلاب اسلامی و جایگزین شدن شریعت فرقه امامیه به عنوان زیربنای قانون اساسی جدید و خلق جمهوری شترگاو پلنگ اسلامی و قرار دادن ولی فقیه در بارای سر رئیس جمهور و سپس اختراع منصب ولایت مطلقه فقیه، روزگار چنان شد که مشروطه مغضوب و رانده مشروعه شود و با بی‌اعتنایی غافلانه جمهوری خواهان کلن به تصرف سلطنت طلبان پادشاهی خواه درآید. خانش دیگر از مشروطیت. اما همیشه این امکان وجود داره که داستان مشروطیت و حکومت برخواسته از آن را به طریق دیگری هم خوان، یعنی انقلاب مشروطه علیه
سلطنت سنتی و تاریخی صورت گرفت، اما چنان قوت نداشت که آن را کلن ملغا کند. پس تصمیم گرفت که قدرت سلطنت را به یک قانون اساسی سکولار دموکرات مشروط نماید. یعنی پادشاهی جزی از مشروطیت نبود و تنها عدم توان کافی برای الغای آن موجب باقی ماندن این سمت در تشکل کشوری جدید شد. یادمان باشد که حتی وقتی با ظهور رضاخان سردار سپه قدرت جریانات مخالف سلطنت زیادت گرفت، خود او پیشقدم آن شد که آخرین کار را هم در راه منحل ساختن سلطنت چه مشروط و چه غیر مشروط بردارد و همان کاری را انجام دهد که کمال آتاتورک در ترکیه انجام داده بود، یعنی انحلال سلطنت و اعلام جمهوریت. بدینسان تصمیم آن روز سردار سپه و رئیس الوزرای بعدی به خوبی ذات ضد سلطنتی و پادشاهی انقلاب مشروطه را نمایان می سازد. البته این که چرا و چگونه دینکاران فرقه امامیه از این اتفاق جلوگیری کردند و از رضاشاه خواستند که سلطنت قاجاریه را منحل کند اما به جای جمهوریت پادشاهی خاندان خود را مستقر سازد، داستان دیگری است که جای پرداختن آن در این مقاله نیست. حتی مخالفان سلطنت رضاشاه نیز قبل از اینکه پروای انحلال قاجاریه را داشته باشند، در اعتراض خود پروای از بین رفتن اصول ضد سلطنتی مشروطیت را منعکس می‌کردند. مثلا اعتراض دکتر مصدقان بود که سردار سپه شخص سخت لایق و نادری است که به عنوان وزیر جنگ و نخست وزیر، یعنی مسئول قوه اجراییه مندرج در قانون اساسی مشروطه، توانسته است مملکت را آرام کند و به راه ترقی بیاندازد. حال اگر او را شاه کرده و شخص دیگری را به ریاست قوه مجریه بگماریم، در واقع کاری کرده ایم که قانون اساسی یک شخص لایق را از ما بگیرد و تبدیل به یک شاه تشریفاتی کند. در این حال از آنجا که سردار سپه با ویژگی هایی که دارد در قالب یک صفت تشریفاتی و بیمسئولیت نخواهد گنجید، آشکار است که به زودی به خصوص با دیدن تعطیل کارهایی که خود آغاز کرده، از پیشبینی های قانون اساسی تخطی کرده و تبدیل به دیکتاتوری قانون شکن می شود که هم شاه است و هم نخست وزیر و هم دو قوه دیگر را در اختیار خود دارد. حرف دکتر مصدق در مورد محمد رضا شاه نیز همین بود. شاه باید سلطنت کند نه حکومت، چرا که اگر چنین نشود کل دستگاه پادشاهی مشروطه غیرقانونی، منحل شدنی و ملحل کردنی خواهد بود. میخواهم بگویم که گوهر مشروطیت را نه ایجاد پادشاهی مشروطه که اعتقاد به حاکمیت ملی و انتخابی بودن و مسئولیت پذیری و قابل کنار گذاشتن مسئولین قوای سگانه تشکیل میداد و اگر از سر ناچاری قرار بود شاهی هم در این میان باشد، او باید یک نماد یا یک عکس روی دیوار و سر بخاری بوده و حق دخالت در امور مملکت از او سلب شده باشد. این گونه است که در این نگاه میتوان مشروطیت را به صراحت پدیده ضد سلطنت دانست که ناچارن تصدیق کننده وجود شاه تشریفاتی شده است، سمتی که هر وقت امکانش پیش می آمد به مرخصی فرستاده می شد. از نظر من مشروطیت صراحتاً می خواست این شغل زائد و مزاحم را ملغا کند، اما مؤسسان حزب مشروطه از آن معنای بهترین و مناسبترین رژیم و شکل حکومت برای ایران را استخراج کردند و از این طریق بین مشروطیت و پادشاهی رابطه مصلحت آمیز و مفید را آفریدند که بدون ارائه هیچ استدلالی بهترین و مناسبترین رژیم را برای ایران تعبیه می کرد. اما چرا مشروطیت یک مفهوم عام است؟ بر اساس آنچه گفتم، پاسخ اصلی من به آن دوست پرسشگر این است که نه، مشروط خواهی لزوماً به معنای پادشاهی خواهی نیست.
اما لزوماً به معنای تصدیق حاکمیت ملی و سازگارهای یک رژیم سکولار دموکرات است. اما همین عبارت نیز بازگوینده تمام جوانب مشروطیت نمیتواند باشد، چرا که این مفهوم مطالب دیگری را نیز در زهدان خود هم میکند که میتوانند اتخاذ این نام برای آن حزب را تا حد بسیار بیشتری نالازم و زائد و مخدوش کننده معانی کند. در این مورد نیز لازم است چند کلامی توضیح دهم تا معنای سخنم روشن‌تر شود. ظاهر قضیه ساده است. مشروطیت از مشروط یعنی اسم مذکر و مشروطه یعنی اسم مؤنث گرفته شده و از ریشه شرط می آید. فرهنگ های فارسی شرط را چنین تعریف می کنند: معلق و منوط کردن و موکول نمودن امری به امر دیگر، یا مطرح ساختن لازمه یا لازمه هایی برای وقوع امری. مثلا وقتی میگوییم اگر باران بیاید وضع کشاورزی خوب خواهد بود، بدین معنی است که شرط خوب شدن کشاورزی آمدن باران است. در این مثال ما خوب شدن وضع کشاورزی را موکول و یا مشروط به آمدن باران میکنیم و بر این اساس هم هست که میتوانیم استدلال عکس هم به کار برده و بگوییم که وضع کشاورزی خوب نیست چون باران نباریده است. البته همینجا توجه کنیم که جمع عربی واژه شرط که شرایط باشد در فارسی اغلب به معنای وضعیت و اوضاع و احوال می آید که اندکی از معنای شرط دور می شود، اما پرداختن به این موضوع نیز ربطی به بحث کنونی ما ندارد. باری مشروط و مشروطه صفتهایی هستند که حکایت کننده قضیهی که در آن وقوع یک امر موکول و مشروط به وقوع امر دیگری است و مهمترین محل بروز و کاربرد شرط گذاشتن یا مشروط کردن هم در معاملات است. این خانه را به شرطی از تو میخرم که سقفش را درست کرده باشی، یا این هندوانه را به شرط چاقو خریدارم. در تفکر سیاسی تکامل یابنده از عصر روشنگری تا اکنون، گوهر اندیشه کلن متوجه از میان برداشتن مطلق بودن قدرت و مشروط کردن آن بوده و از این بابت است که فکر قرارداد اجتماعی نیز به میان آمده است. مردم با صاحبان قدرت قراردادی را منعقد می کنند که در آن شرط هایی گذاشته شده و اگر حاکمان آن شرایط را برآورده نکنند باید کنار گذاشته شود، یا از طریق قانون یا از طریق اعمال زور. قراردادی که در آن شرایطی آورده شود شرطنامه هم خوانده می شود و در واقع هر قانون اساسی یک شرطنامه هم هست که حقانیت و قانونیت صاحبان قدرت را به خود مشروط می کند. پس هر حکومتی که بر اساس یک قرارداد یا یک شرطنامه یا یک قانون اساسی به وجود آید حکومتی مشروطه است و این هم هیچ ربطی به این که رژیمی پادشاهی است یا جمهوری یا متعلق به یک حزب خاص است ندارد. بنابراین حزبی که اعلام می کند مشروط مداره است، در واقع می گوید که مخالف مطلق بودن یا فراقانون بودن و یا دیکتاتوری بودن حاکمیت است. بدینسان می توان دید که چرا همه احزاب معتقد به اعمال و اجرای هر گونه قانون اساسی احزابی مشروطه هستند. حتی احزاب داخل حکومت اسلامی کنونی نیست هنگامی که خواستار عدم عدول حکومتیان از قانون اساسی می شوند حکم یک حزب مشروطه را پیدا می کنند و هر حکومتی هم که بر اساس قانون اساسی عمل کند حکومتی مشروطه است، حتی اگر آن قانون اساسی همین سند کج و معوج اسلامی باشد. مشکل حکومت اسلامی هم وقتی کاملا وخیم شده است که گردانندگانش تصمیم گرفتند منصب ولایت فقیه را به ولایت مطلقه فقیه تبدیل کنند و در نتیجه مشروط بودن این منصب را کنار بگذارند و دوران مطلق العنانی قبل از انقلاب مشروطه را زنده سازند.
اتفاقا یکی از نظریه‌های مطرح شده از جانب اصلاح طلبان و به خصوص به وسیله آقای حجاریان که مغز متفکر اصلاح طلبی محسوب می شود، به موضوع ایجاد ولایت مشروطه فقیه برمی گرده که هنوز هم کنار گذاشته نشده است. خواستار احیای اصول مخفوله قانون اساسی اسلامی، یعنی یا اصول دچار قفلت شده یا نادیده انگاشته شده از جانب ولی مطلق فقیه که از جانب مهندس موسوی مطرح شد، نیز خود به معنای کوشش برای مشروط کردن ولی فقیه بوده است به قانون اساسی و ایجاد یک حکومت مشروطه اسلامی. میخوام بگویم که مشروطه بودن دارای معنای خاصی نیست. حتی شیخ فضل‌الله نوری هم ادعا میکرد که مشروطه خواه است، اما میگفت که حکومت باید مشروع به شریعت باشد، نه به یک قانون اساسی سکولار دموکرات که راه را بر استیلای کلمه منحوسه حریت میگشاید. انقلاب مشروطه نه مشروطه بودن. بدینسان از نظر سکولار دموکرات ها مشروطه یک صفت عام است و تنها وقتی به درد آنها میخورد که حاکی از مشروط شدن قدرت و حکومت به یک قانون اساسی سکولار دموکرات باشد. اما انقلاب مشروطه یک نام خاص است برای مهمترین کوششی که در 200 سال گذشته برای اخذ تمدن غربی و ایجاد کشوری بر اساس موازین جهان نو به پیروزی کوتاه مدتی رسیده است. به همین دلیل هم هست که به نظر من از یک سو میتوان آن قسمت از ماده 4 اساسنامه حزب مشروطه ایران را که به پادشاهی پارلمانی اشاره دارد از آن سند حذف کرد و هم واژه مشروطه را از نام آن حزب بیرون گذاشت، بیان که هیچ اتفاق تقلیل دهنده ای رخ داده باشد. حتی می توان دید که با این دو کار جا برای جلوه‌گری لیبرال بودن این حزب باز می شود و راه برای اینکه این حزب نیز بتواند در هر نوع حکومتی خواستار شرکت در انتخابات و به دست گرفتن قدرت شود باز می گردد. شاید در دوران پس از انقلاب 57 برای سلطنت طلبان متمایل به لیبرالیسم اتخاذ نام مشروطه یک ضرورت مصلحتی بود، اما اکنون دیگر این حزب برای زنده و فعال بودن و ماندن نه به مشروط خواندن خود نه به خواستاری پادشاهی پارلمانی نیاز دارد، به خصوص که در سالهای اخیر حتی شاهد آن بوده ایم که حزب مزبور اغلب با شاهزاده رضای پهلوی هیچگونه همراهی ندارد و در فعالیتهایی که از ناحیه ایشان انجام می شود شرکت نمی کند. نمونه اخیر این موضوع عدم شرکت این حزب در جریان تشکیل نهادی به نام شورای ملی ایران است. در این حال من به گوش خود از دوست زنده یادم داریوش همایون که برای انجام یک سخنرانی مشترک با من به شهر ما دنور آمده بود شنیدم که می گفت شاهزاده با دخالت در فعالیت‌های سیاسی پادشاهی مشروطه ای را که حزب ما خوانان است مخدوش می کند. ما ایشان را یک مقام تشریفاتی و یک نماد ملی می دانیم مبس و خواستار آنیم که ایشان در فعالیت‌های سیاسی شرکت نکند. باری بدین گونه است که ما سکولار دموکرات ها با برگزاری کنگره سالیانه خود در سالگرد انقلاب مشروطه بر حاکمیت ملی، انتخابی بودن مدیران و غیر عزل بودن آنان تاکید و قابل عزل بودن آنان تاکید می کنیم و نه بر ضرورت استقرار پادشاهی بر کشور ما. این که مردم ایران بخواهند در آینده پس از انحلال حکومت اسلامی رژیمی با یک پادشاه تشریفاتی یا بدون آن داشته باشند ربطی به کار امروز ما ندارد. سکولار دموکرات ها می توانند تک به تک جمهوری خواه یا پادشاهی خواه باشند، می توانند لیبرال، لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، سوسیالیست یا کپیتالیست باشند، اما سکولار دموکراسی با ریشه هایی که در انقلاب مشروطه دارد چتری است که همه این برنامه ها در زیر آن
و بر حسب گزینش جمهور مردم قابلیت عملی شدن می‌یابد. به حال این هم جمعه‌گردی این هفته دکتر اسماعیل نوری‌علا بود که امیدوارم توانسته باشم با بیان الکنم پیام مطلب رو به شما نازنینان رسانده باشم. با تشکر از همه مهر و محبت شما خوبان و نازنینان، تا جمعه‌گردی دیگر.